بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و السلام و السلام و خیر خلقه محمد و اطرت تاهرین و الدائم على عدائه مجمعین من الى لقاء یوم آمین یا رب و اما بعد فرمودند ولا یدینون دین الحق مردم متدین به دین حق نمیشن در تحلیل واژه تدین ارز کردم تدین یک واجه است مرکب از دو حقیقت ما به چی کسی میگیم متدین است کسی که این دو حقیقت را داشته باشد یک دین شناس باشد پس باید یاد بگیره دو دیندار باشد پس باید چه بکند عمل بکند هر کدام از این دو معلف نبود میشه آمدی برای تضعیف دین دیندار واقعی اون کسی که دینشناس هم باشن ما در روایاتمون یک انوانی رو داریم که درش روایات بسیار مهم می آمده من برخیش رو انتخاب کردم و در این جلسه انشاءالله بیان خواهم کرد باب تفقه در دین آگاهی در دین اسلام آمد خط بطلان بر جاهلیت کشید خط بطلان بر جاهلیت کشید اما امین رو علی علیه السلام میفرماید در دوره اسلام افرادی هستند که به حسب ظاهر شهادتین گفتن اما اینا زندگیش و زندگی جاهلیه به واسطه دو خصوصیتی که دارن پس به حسب ظاهر شهادتینه اعمال هم احتوالا دارد چون امیر دراشبینا صحبت میکنه ولی میفهمن اینا واسه دو خصوصیتی که دارند زندگیشون زندگی دوران جاهلیت حدیث طولانی من بخشیشو میکنم که در واقع نقطه نظر من در این حدیث هستش قال علی علیه السلام ولا تکونو کجفات الجاهلیه مانند مردمان بی فرهنگ دوران جاهلیت نباشید ایراد دو ویژگی داشتن یک لا فدین یتفقهون نه در دین آگاهی داشتن ولا عن الله یعقلون و نه در مورد خدا تعقل میکردن یعنی ممکن است که بنده نماز میخوانم که میخونم روزه میگیرم هممون این کارا رو انجام میدیم اما تفقه در دین نداریم میشه کج و جاهلیه مثل مردمان دوران جاهلیت میشه چقدر ساده انسان انقلبتم علی اعقابکم میشود بسته به آیه قرآن پس باید دینشناس شد به واسطه دینشناسی بیش از دوران جاهلیت فاصله گرفت تفقه در دین سمره دینشناسی شناسی تفقه در دین از زبان وجود نازنین حضرت امام کاظم یک مراتب عالیه دارند حضرت اولا امر میکند تفقه فی دین تفقه فی دین الله در دین خدا آگاهی پیدا کنید بعد سمرات شو یک فان فَا الفقه مفتاح البصیره به واسطه که تفقه در دین آگاهی در دین کلید روشنایی درون است اگه بخوای مسیر رو ادامه بدی باید بصیرت داشته باشی این وسیرت با اون که در موا سیاسی اجتماعی مطرح میشه متفاوت من در بحث دینیش دارم مطرح کنم این آگاهی در دین این باعث یک روشنی در زمین میشه این روشنی در زمیر موجب میشود که شما بتونید مسیر رو ادامه بدید و گمش نکنید پس یکی از سمراتش اینه سمره دوم و سبب و المنازل رفیعه و رتب الجلیله به دین و دنیا تفقه در دین باعث می شود وسیله می شود برای رسیدن شما به مقامات و مراتب عالیه دنیا و آخرت نه اینکه فکر کنید اگر کسی تفقه در دین پیدا کرد پیش رئیس جمهور استاندار مثلا وزیر خارجه اینا نه مقامات عالی دنیا و دین یعنی که آقا تو دنیا که اومدی میفهمی چی کاره عالمی میفهمی کجا هستی میفهمی برای چه هستی میفهمی ره سپار کجا هستی این مقامات عالی سلوکیه نه مقامات اعتباری دنیوی که برا هر کسی باشد یه مدتی است اما راه رسیدن به این مرتبه عالیه بحث تفقد دینشناسیه سومین ثمره ای که بیان می کند وجود نازنین حضرت موسی جعفر برای تفقه در دین میفرماید موجب چی می شود و تمام العباده باعث تمامیت و کمال بندگی بشر می شود اما جن الجن و الا برای بندگی و کمال این بندگی در تفقه کسی دین شناس نباشه و کاری بکنه مثالش خوب نیم ولی خوب بالاخره دیگه عبادت بدون تفقه مثل گفتار توتیه او ممکن سلام بکنه یک اینکه گفتم خوب نیست این قسمت بعدیشه ممکن حرفهای دیگه هم بزنه اما نمیدونه داره چی میگه نه حقیقت سلامشو رو چیه نه اگر ابراز مرگ برای کسی که معنای مرگ رو میفهمه چیه میشه دینداری بدون تفقه نماز میخونه اما اینجا حضور قلب پیدا نمیکنه چون حضور قلب پیدا نمیکنه میاد به من میگه که آجا یه خود زودترش کن کیف نمیکنه از نماز این میخواد اون سلامه رو بگه و به توتی هست سلامه رو میگه یه دونه قم بهش میده یا یه پسته بهش میده یکی از ای دو تاست این میخواد اون سلامه رو بگه شما خدا شو شما که البته نه خدای بهشتی بهش اما این نماز چیه آی نداره شو تفقه پیدا نکرده و وجود ناظرین آم هفتم میفرماید عبادت بر مبنای تفقه رو تا برتری داره بر غیر یه عده هستن بندگی میکنن با تفقه یه عده هستن بندگی میکنن بدون تفقه دینشناسی دین دیندارن اما تفقه قه موجب دینداری چی می این عالیه فضل الفقیه علال آبد برتری آگاهی در دین یعنی دینداری آگاهانه علال آبد بر دینداری صرف بدون تفقه که فضل شمس علال کواکه مثل برتری خورشید است بر چی آقا؟ ستارگان خورشید وقتی طلوع می کند نصف این کره رو تماما روشن می کند ستارگان وقتی تاریک می شود اگر روشن بکنن همه اون مقطع تاریکی رو نمی روشن بکنن این یکیشه یعنی نورش نور ها ولی نور خورشید کجا و دانه فلفل سیاه و حال محرویان سیاه هر دو دل می سوزاند اما این کجا و اون کجا نور خورشید استقلالیه اما نور کواکب چیه ها؟ بله به واسطه است استقلال نداره می فرمد فضل بندگی آگاهانه بر بندگی بدون تفقه مثل مقایسه خورشید است با آقا؟ بله ستارگان نماز امیر نماز با تفقه میدونه چی کار میکنه ما نمازمون نماز چیه؟ توتی است توی اینجا قرار گرفتیم به ما سلام یاد دادن یه جاهای دیگه ممکنه چیز دیگه یاد بدن ولی کیف نمی کنیم. این مورد تفقهه دومین و من لم یتفقه فی دینه کسی که در دینداریش دین شناس نباشد لم یرز الله له عملا خداوند از عمل او راضی نیست خوشش نمیاد بعدش نمیاد چه رد بکنه اما خوشش هم نمیاد که بگه کیف کردی. میگه راضی از عمل نیم ممکنه به بهش بفرسته ولی از اون عمل آبدی که دینداری میکند بدون دینشناسی شناسی رضایت نداره یا حال نداشته باشه چی میشه آه تایی دلت این سوال میاد یا نمیاد حال راضی نباشه چه اتفاقی میفته در سوره مبارکه توبه آیه هفتاد و دو در بیان شمارش نعمتهای الهی ببینید چند تا نعمت رو خدا در بهشت و وعد الله المؤمنین و خداوند وعده کرده است به زنان و مردان اهل ایمان چیو؟ یک جنات تجری من تحت هل انها که باقه ها نه یه باغ جنات او وقت تجری من تحت هل انهار بحران آب نداره که چشمه داشته باشه یا چاه داشته باشه انهار است نهره آب با شدت جریان داره ایک یک دومین ویژگی که در واقع در نعمتهای بهشتی وجود داره خالدی نفی ها خلود در اونجاست شما میدید در این منطقه خوشاب و هوا ولی اولین نگرانی این از که داره تموم میشه وقتمون دو روز دیگه بیشتر نبتونیم باشیم در این حالی که داری کیف میکنی در این حال هم قم داری چون داره زمانت میذاره. حالا قمش بیشتر هم هست با پولش هم بدی. گرانم هست این دوت و مساکن طیبه خانه های دلپذیر نه یه خونه پنجا متری خانه های دلپذیر خونه دلپذیر و خونه نیستی که هزار متر باشه یک جاهایی رو میری یه مکانهایی هست وقتی وارد میشی آرامش داری در مقابل یه مکانهایی هست وقتی هستش توش استراب داری این را همه همون امتحان کردیم همه همون امتحان کردیم مس، مساکن طیبه خانه یه جایی که آرامش داری تو میری مسافرت برای که آرامش داشته باشی اولین کاری که میکنی چی اگه بتونی کار انجام موبایل رو قطع کنی خبر برامون نیاد که چک داره برگشت بخوره یا مثلا مغازه آتیش گیره یا هر چیز آرامش نداری و اونجا مساکن طیبه است دلپذیره آرامش داره در کجا شو سه تا ویژگی ویژگی چهارم فی جنات عدن در بهترین موقعیت بهشت بهترین موقعیت بهشت کجاست؟ مجاورت با محمد و آل محمد خیلی فرق میکنه که آدم از در بهشت بیاد بیرون از در بهشت خودش بیاد بیرون تو اون مسیر عمومی که داره راه میره بخور به امام حسین این با بهشت دیگه خیلی فرق میکنه این بهش میگن مساکن عدل در بهترین جا که متعلق به خاندان پیغمبره شما از یکی از ابعاد اونجا میخورید این شد چند تا؟ چهار تا جنات تجریم این تحت ها خالدین فیها مساکن طیبه و جنات عد مجاورت با زوات مقدسی محسومی اما پنجم نعمت رو بیفرماید و رزوان من الله و خوشنودی از نای خدا این یه نعمت ممکنه اون چهار رو داشته باشی پنجمی رو نمیدن پنجمی رو به کی میدن؟ تفقه در دین داشته باشه اون که تو بهش باشه کیف کنه اما خدا از عملش کیف نکرده راضی نیست و رزوان من الله و خوشنودی از نای خدا بعد یک گذاره اکبر و زالک مهمترین نعمت همین خوشنودی خداست میگه مهمترین دعوت بهش هم خوشنودی خداست هول فوز العظیم اصلا همین کاری بزرگ است خوشنودی خدا بعد میگه این خوشنودی بلو کیه؟ کسانی که عبادت میکنند خدا رو بر اساس خدا شناسی دین شناسی حالا رضایت خدا رو به دست نیاریم یعنی اینکه چی آقا به این مرحله وارد نشدیم به کدوم مرحله وارد نشدیم یا ایتو هن نفس المطمئنه یعنی به مقام نفس مطمئنه نرسیدی تا چی بشی؟ ارجعی الی ربک بک راضیتا مرزیه خب که خدا از تو راضی باشد تا چه اتفاقی بیفته؟ فتخلی فی عبادی با بندگان خاص من زندگی بکنی ودخلی جنتی در بهشت من وارد بشی یه موقع است برادر من بهشت رو تو میسازی با عملت یه موقع است خدا میگه بیا اینجا منه من میدم به تو این رو ما به دست بود. این مول کسانی است که دین شناس هست دین شناس این مولی هست این مول این لذا امیر بیان مبارک شیه انقدر تفقه در دین اهمیت داره آگاهی و دین شناسی اهمیت داره حضرت امیر علیه السلام میفرماید لو تو ان اصحابی ضرب تو رؤوسهم بسیات حتی یتفقهو من مایلم اصحابم رو معاخذه کنم ازشون سوال بکنم آقا چرا دنبال دین نمیری حتی یتفقهو تا دین شناس بشه معاخزه نمیگد به اینکه من حاضرم کسی که نماز نمیخوند و معاخزه کنم نمیفرماید کسی که امر معروف نکند رو من معاخزه میکنم بلکه میفرماید من میخوام معاخزه کنم کسی رو که آگاهی در دین نداره حتی یتفقهون تا که تفقه در دین پیدا بکنی آگاه در دین بشی حضرت کاظم علیه السلام فرمودن هر کسی تفقه در دین نداشته باشه خدا از عملش راضی نیست یعنی عملش عمل خداپسند نیست بهشت رو میخره ها ببینید عمل شما تبدیل میشه تبدیل به بهش میشه اما تبدیل به رضایت خدا نمیشه مگر که دین شناس باشه امام قاضی رو فرمودن از صادق چی میفرمایند فانه فا من لم يتفقه في دين الله بیتردید کسی که در دین خدا دین شناس نیست لم ينظر الله اليه يوم القيامه ولم يزكله عملا خدا روز قیامت بهش نگاه نمیکنه کسی که توقع در دین نداره میبینید من وقتی بخوام صحبت بکنم از قیاس ملفارقا من از اینجا سر میچرخ کنم تو اینجا به همه آقایون نگاه میکنم حالا اگه من بخواست صحبت کنم چقدر بهت برمیخور یه نگاه به ما نکرد پنجا هزار سال وای یه نگاه نمیکنه به نظر شما سخته یه سخت یا سخت نیست بله خیلی سخته چقدر سخته بی قدری که امیر و مونی علی علیه علی السلام در دعای کمه بی بابا من به این جهنم به این بی محلی نکن به این جهنم ولی بی محلی به نکن چون جهنم هم زه تحت نظر توه اما بی محلی و بی محلی تو اصلا نمیتونم خدا به کسانی که توقع در دین ندارم بی محلی کنم ما رو نمار نخواستی بهشت مارد ولم یوزکه له عملا اصلا نمیپذیره عملا رو آقا اگه بری بازار جنس بخری جنس اگه زدگی داشته باشه میخری یا نمیخری بله نمیخری اگه تخم و مر با همه گرونی که داره بشکنی ببینی تو زرد یا سفیدش یه قطر خونه میخوری یا نمیخوری بله نگو من نمیخورم بگو شرع مقدس اجازه خوردن نمیده خدا میگه نه خدا میگه نه خب رفیق من اگه عمل بر اساس آگاهی دین در, در دین نباشه خب نمیپذیرم چرا برای سنگیر سنگینه من من باید بپذیرم میگه لذا وجود ناظرین رسول عالی مقام بیان مبارکشون است که افضل العباده الفقه برترین بندگی خدا دینشناسیه بالاترین بندگی خدا در بیان مبارکشون ما عبد الله تعالی به شیء افضل من الفقه فی خدا به چیزی برتر از تفقه در دین بندگی نشده چرا چون به واسطه تفقه در دین دین شناسی حدود الهی رو میشناسی مرزهای الهی رو میشناسی از مرزهای الهی به واسطه دین شناسی تجاوز نمی کنی. تلکه حدود الله در قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیه 29 بیان مبارکه از است آقا اینجا مرز خداست تلکه حدود الله اینجا مرز خداست فلا تعتدوها تجاوز از مرز الهی نکنید و من یتعد حدود الله که هم الظالمون و کسی از مرز خدا پاشو بذاره او ورتر به خودش ظلم کرده به خدا که چیزی نمیشه که این مال کسی است که دین رو بشناسه که مرز خدا رو بشناسه و به همین جهتی که میگه آقا خود پیغمبر میفهمه اوف لکل مسلم لا یجعل فی کل جمعه یوما یتفقه فی امر دینه و یس دینه مزمت بر کسی که بابا در هفته یه روز رو اختصاص نمیده به دینش که بره دین رو بشناسد و از مسائل دینش سوال کنه مزمت میکنه کسی رو که مزمت میکنه آدم خوبی نیست شما آدم ها رو برم بذارید واجه هاش رو عوض کنید قپ غذای ها رو عبیم میبرید یه زمانی میگفتن به این که که معتادن انگل جامعه بعد طرف که معتاد میشد خجالت میکشید بگه من معتادم بعد برداشتن حالا به هر دلیلی گفتن معتاد بیماریه بعد یا رو به افتخاب بگم من 50 سال مریضم نوبل گرفته عوض کردن واژه در واقع قف قضیه رو به میبره دیگران یارو ما مریض این حالا یکی سرما بخوره یه کرونا میگیره که معتاد میشه دینشناسی. ارزش معارف دین ببین چیه من ارزش معارف دین رو از زبان دختر شارع دین وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خب بعد از شهادت پدر بزرگوارش حوادثی پیش اومد در اون حادثه یکی رفته پیش حضرت زهرا خانم بله از توفه های پدرتون چیزی هست که به من انایت بکنید حالا از از یه نمیگه بلند رو برو ببینی اصلا اوضاع ما چه تا الان جمعه اماش بود. در اون شده فضا رو ترسیم بکنید او فضای قصب و حکومت امیر المومنینه پیغمبر پیش شما چیزی گذاشته باقی گذاشته که به ما هدیه بده، حضا خدمت رو صدا زدن برو اون نوشته رو ورده بیا توی اساسی منه. عبارت از زهرا رو گوش کنی چی داره بیان میکنه این خدمت گزار رفت گشت در اساس صدیقه تاهره و اون نوشته رو پیدا نکرد آمد گوخان پیدا نکردم از رو بگر ارزش این نوشته برای من معادل فرزندان رسول خداست کلام رسول خدا ارزشش برای صدیقه تاهره معادل دو رسول خداست برای تو چه ارزشی داره حدیث که حدیث آیه برام بخون چی کار کردن با این جامعه که به اینجا رسیده چی کار کردن با این جامعه که به اینجا رسیده برای حدیث ارزش قائل که حدیثه یعنی چه حدیثه حضرت باقر علیه السلام به جابر فرمودن جابر والله به خدا قسم صادق و مصدق بر این حرف میزنه نیاز به قسم نداره به قسم میخوره والله جابر به خدا قسم لحدیث تصیبه من صادق فی حلال و حرام جابر سوگند به خدا حدیثی از پیشوای معصوم درباره حلال و حرام اخذ بکنی خیر لک برای تو بهتر است مما طلعت علیه شمس حتی تقرو از آنچه که خورشید برش میتابد تا زمانی که غروب بود یه حدیث حلال و حرام چون دیشناسیه چون دینشناسیه معاویت ابن امار از اصحاب خوب امام صادق خدمت امام صادق بود از از سار کرد آقا بعضی از منتصبین به شما برای مردم حدیث میخوانند دل مردم رو نسبت به دین محکم میکنن و برخی از منتصبین شما فقط عبادت میکنند این دوتا چه در واقع مقایسه با هم میفرمایید حضرت عالی دوتا رو خدا همشان برتر هستند حضرت فرمود اون که روایات ما را میخواند و دل شیعیان ما را به دین محکم میکند از هزار عابد بالاتره این ارزش حدیث و دین شناسیه حضرت فرمودن آها طلاق و تهاد العلم علم هم دیگر رو ملاقات کنید با هم به گفتگوی علمی بشینید فا این بالحدیث تجد القلوب الرائنه به واسطه شنیدن حدیث رین القلب از بین میره یکی از عوامل انحراف قلب رین القلب است این بیماری رو چی از بین میبره محادثه حدیث خوندن و بالحدیثه یا و امرنا به واسطه حدیث امر ما زنده میشود رحم الله من احیا امنا و خدا رحمت کند کسی که امر ما رو احیا میکنه. الان شما مر مرعوم رحمت حضرت حق هستید چون دارید حدیث میشنوید دین شناسی دارید اعرفو مناظر الناس علا قدر روایتهم انا از نظر ائمه ما منزلت و شعن افراد به داشتن خانه بزرگ و ویلا و خانه در مشهد و عرض بزرگ که ماشین و یعرفان. چقدر روایت بلدی چقدر روایت بلدی در جلسه گذشته عرض کردم تفقه در دین لازم این باید اتفاق بیفته امروز هم دیگه آخرین حرف های راجب تفقه در دین رو زدن اما لازمی این حرف ارز کردم این نیست که شما بلنشید به حوزه علمیه اصلا لازمش نیست اونجا میرن چه سال پنجاه سال شست سال زحمت میکشن ممارست میکنن در منابع دینی به واسطه قواعد علمی معارف دین رو اجتهاد میکنه اون چی که بر شما و بنده لازم است این است که اون چیزی که این آیان اجتهاد کردن یه بار اقلا نزدیک بشتن هم ولی هیچ شما فردا مغازت رو بفروشی بری قوم و بعد یه خونه بگیری خب حالا کجا درس بخون اصلا و بعد از مکه میدونم تو این کارو نمیکنی بگو اونی هم که گفتی نمیکنی خب چی کار کنی؟ در جلسه گذشته این رو عرض کردم که آقا ما یک انوانی در ابواب احادیث داریم که راوی میرم پیش امام علیه السلام و آقا اون دینی که شما باش دین داری میگونه چیه؟ حضب ما این هست بعد میرفت سال بعد میگو آقا من بخوام دین رو به شما عرضه کنم ببینم که گفتی رو درست انجام دادم یا نه درست فهمیدم یا نه فهمیدم ادهی من وقت میگیرن یا یعنی آقا با رو, رو عرضه کار خوبیه بعد بیان مثلا میاد بشین بچس خب بفهم چی باید بگم بخونه. تو قرار دینو رو عرضه کنی من بعد بگم چیکار باید کنم نمیدونم چون یه روایت نخونده حالا بعد چیکار کرد یک حدیثی رو در جلسه گذاشته از ساحت مقدس ازرت هادی که تایید کردن عناوین در واقع دینی که جناب شاهزاده معظم حضرت عبدالعظیم حسنی به ایشان عرضه کردن امام تایید کردن با بودن این درست این کتاب این حدیث اسمش حدیث عرض دین حضرت آیت الله العظماء صافی رحمت الله علی مرحوم آیت الله العظماء عاشق لطف الله صافی رحمت الله علی یک توضیحی در کنار این حدیث نمیشه کتاب چاپ شده شرح حدیث ارزدی این تهیه کنید و منتظر باشیم انشاءالله خدا به من این توفیق رو بده ولی خدا و حرکت کنید من دیگه نمیدونم چطور جروع باید حرکتتون بدم من اگه میگفتم که مردم خبر رسیده که فردا قرار زلزله بیاد نه ریشتر یه حرکتی بیکردیم آجا بیشه امشب یه مسجد بخوابیم میشه بیا میشه مسجد مح محکم دیگه میشه بیا حتی مسجد هم دیگه محکم دیگه. این مترویی که کشیدن آقا میشه بیا مسجد بخوابیم این فکرت. امشب بریم تو خیابون بخوابیم ولی آقا من میگم نمیپذیرن پذیرن عمل رو از خودم هم که نگفتم که برادر که چرا اقدام نمی کجای کار لنگ؟ چه هجابی بین ما و خدا هست ایران از اون رو چیزهاییست که باید بحث بکنیم الله پس فردا نمیخواد برید حوزه ادمیه همین کتاب رو بگیرید الله. ولی به صاحب حوزه ادمیه حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها خدا رو قسم بدید که خدا ما را دیندار دین شناس قرار دهد ما را دیندار دین شناس بمیراند <applause> که اون خانوم نزد خداوند من منزلتی دارد شعن من الشعن اینقدر این منزلت رفیعه که در زیارتنامه ذکر نکردن تو چه جایگاهی این به منظره این است که هر چی که فکر میکنی از اون چی که فکر میکنی بالاتر است مملکتمون رو بسپریم جوانان رو بسپریم سلوات بکنیم